آغاز پایان شروع شد؟ آغاز پایان؟ من فکر میکنم که آغاز پایان مدت ها شروع شده، ولی همونطور که رامین عزیز هم به درستی بهش اشاره کرد، یک سری فاکتورها و عواملی لازم هست تا ما پایان رو ببینیم. بدون شک به باور من چیزی رو که بخوام اضافه کنم بر علاوه بر اون چیزهایی که رامین عزیز بهش اشاره کرد، فکر میکنم مسئله همبستگی ملی ماست. این بسیار اهمیت داره و جلوه هایی از اون رو در اعتراضات این آبان سیاهی که گذشت دیدیم ما، و به نظر من بسیار بسیار دلنشینه. نکته دیگری که به نظر من ما باید بهش تاکید بکنیم و دکتر پرهام به درستی بهش اشاره کردن، مسئله درایت و مدیریت صحیحی است که باید انجام میشه. چون اتفاقا مثلا من دیدم که از دیروز دو مرتبه در فضای مجازی به ویژه در توییتر که بسیار قدرتمند هست برای شکل‌دهی شاید اعتراضات در ایران، صحبت از این بود که آیا باید خودمون رو آماده کنیم برای موج دوم اعتراضات، و من حرفم این هست که ما یه استراتژی مشخصی نداشته باشیم، یا به قول رامین ندونیم، اون درایت لازم رو نداشته باشیم که چه میخواهیم. این فرستادن عزیزانمان دو مرتبه به مسلخ جمهوری اسلامی است، یک حکومت سرکوبگر که هیچ ابایی برای سرکوب نداره و نشون هم داده اینو. بنابراین باید به باور من بسیار بسیار مراقب باشیم و درایت داشته باشیم، یک مدیریت درستی رو انجام بدین در این زمینه که از درون کشور هم به نظر من باید بیاد. و اینکه ما باز رامین اشاره درستی کرد، آقای ظریف اشاره داشتن که دوران پسا قاشقچی یا پیش قاشقچی الان برای ما هم همینطور، ما در دورای پسا اینترنت هستیم. بنابراین این حکومت نه حکومت پهلویه و نه ما دوران پیشا اینترنت رو داریم. بنابراین به نظر من فرم و نحوه مبارزه با این رژیم قطعا باید متفاوت از اون باشه، چون صحبت از این بود که چهلوم شهدای این اعتراضات رو باید گرفت. من به چند دلیل مخالفم، برای اینکه فکر میکنم در این اعتراضات کمرنگ ترین یا شاید اصلا شعاری هم نبود، شعارهای مذهبی و دینی بود. چهلوم بار مذهبی داره، شهید بار مذهبی داره. من فکر میکنم این جان باختگان رو میتونیم بهشون بگیم زنده یادان، جاوید نامان، برای اینکه اون بار مذهبیش هم بگین. در اصل من فکر نمیکنم ما جامعه ما آماده است که چهلوم برقرار کنه. ما نباید کپی کنیم به باور من کارهایی که در 56 و سال 1356 و 1357 در زمان پهلوی دوم اتفاق افتاده. موضوع مهمی رو اشاره کرد. تو شخصیت یکی آیت الله سیستانی که خامنه ای، هر دو ایرانی و هر دو مرجعی که مرجع قدرته، که مرجع روحانی است، که در عراق زندگی میکنه، که در تهران، دو فتوا دادن. یکی فتوا داد که مردم رو بکشید، یکی فتوا داد که کشتن معترضان حرامه. خب آدم خوشحال میشه، ولی در نهایت من خیلی مغموم شدم که چطور دولت عراق از مردم خودش تمکین نکرد. که هفته ها توی خیابون ها بودن، ده ها کشته دادن، ولی زمانی تمکین کرد یک نفر، یک شخصیت روحانی که همچه کار بسیار خوبی هم کرد. ولی غم‌انگیز این موضوع، این نشون میده که جوامع خاورمیانه تعادل ندارن، توازن ندارن. از یه منطق جز منطق مذهب به اصطلاح بهره نمیگیرن. خیلی اسباب تزیه، یعنی چیزی میلنگه اونجا. وقتی مردم تو خیابونن شما تمکین نمی کنید، دولت کنار نمیره، اتفاقی نمیفته، ولی وقتی یه نفر یک فتوا صادر میکنه همه چیز عوض میشه. نگین عزیز، متاسفانه آقای میبودی، در خاورمیانه دولت‌ها، حکومت‌ها از مردم عقب‌تر هستند. من فکر می‌کنم خاورمیانه شاهد یک رنسانس هست. مردم از دین عبور کردن. شما در عراق هم می‌دیدید در تظاهرات‌ها تصویر کسی رو بالا نمی‌بردن.
پرچم عراق بود که بالا برده میشد. شعارهای مذهبی بسیار کمرنگ بود حتی در عراق. در ایران که من هیچ شعار مذهبی نشنیدم، حتی یک جا در یزد مقابل استانداری یزد یک نفر شعار الله اکبر داد و بقیه با صدای بلند و درخواست بشکنش، یعنی در استانداری رو بشکنین و وارد بشین، صداشو قطع کردن. این نشون میده مردم در خاورمیانه به دنبال زندگی هستند، به یک بلوغی رسیدن و از دین و حکومت‌های دینی عبور کردن. حتی اگر دیندار هستند، اون رو در خانه خودشون و در مسجد جستجو میکنن، نه در حکومت و در قامت دولت مداران. من به آینده خاورمیانه امیدوار هستم. با تمام شقاوتی که دارم میبینم، حکومت ها واقعا فروگذار نمی کنن از هیچ نوع سرکوبی، اما در نهایت این مردم هستن که با ایستادگی به خواسته هاشون میرسن. برای من وی میگیریم امیران ارجمندم در برنامه امروز نگین راغ عزیز، دکتر نیری و آقای دکتر رامین پرهام با ما هستن. اجازه بدید که برم به سراغ نگین راغ عزیز. نگین جان، من می‌خواستم در ادامه صحبت‌های دکتر پرهام یک مطلبی رو در رابطه با هنرمندان اضافه کنم. اول پیش از اون بگم که من فکر می‌کنم یکی از مهمترین کارهایی که ما می‌تونیم انجام بدیم، هر کس نقش خودش رو ایفا کنه. هر کس جایی که ایستاده وظیفه خودش رو انجام بده. این بزرگترین کمکیه که ما در حال حاضر می‌تونیم به این جنبش بکنیم. دکتر پرهام به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن، من می‌خوام به شهبانو اشاره کنم. ایشون در تمام طول این مدت مادرانه ایستادن، امید دادن، تحت هر شرایطی با مردم صحبت کردن، ارتباطشون رو قطع نکردن، سعی کردن دلجویی کنن از خانواده‌های داغدار و تمام مدت مادرانه ایستادن و برای مردم ایران مادری کردن. خب بدون ادعای قدرت. این یعنی ایفای نقش در قامت یک مادر، یک ملکه. هر کدوم از ما وظیفه‌مون این هست که در جایگاه خودمون ایفای نقش کنیم. مدتی پیش خانم لیلا حاتمی در یک فستیوال حضور داشتن با مانی حقیقی در رابطه با یکی از فیلماشون که من الان واقعا در ذهنم نیست که کدوم فیلم بود. ایشون اومدن اشاره کردن به خیابان‌های ایران و هموطنانشون که دارن در خیابون‌ها به جرم اعتراض کشته میشن. خیلی بهشون تاختن، حتی مانی حقیقی اونجا زیاد استقبالی نکرد از صحبت‌های ایشون. خانم لیلا حاتمی برگشتن به ایران، خیلی از همکارانشون ازشون حمایت نکردن و ایشون مجبور شد در یک فیلمی که من میدونم علارغم میلش که آقای کمال تبریزی ساختن بازی کنه. خب این چی رو نشونده آقای میبودی؟ که ما در جایگاه خودمون ایفای نقش نکردیم. بیانیه دادن خیلی خوبه، ولی پیش از این هم بیانیه دادند هنرمندان ما. وقتش رسیده که یک سری کارا رو عملی انجام بدیم. ما وقتش شده ما حاضر باشیم هزینه بپردازیم برای عبور کردن از این دوران سیاه تاریخی. من دیدم که بسیاری از هنرمندان آمدن و آخرین نفر خانم شیلا خداداد بود، اومده بود و اعلام کرده بود بعد از این به اعتراض به صدا و سیما در سریال های تلویزیونی من شرکت نمی کنم، چون صدا و سیما تنها کاری که در طول این سالها کرده سوء استفاده از هنرمندان بوده در زمان انتخابات برای تبلیغات و بعد از اون با عناوین مختلف بهمون توهین کرده و مورد تمسخر ما رو قرار داده در صدا و سیما. خب این یک گام مهم هست. خانم پرستو گلستانی همین کار رو انجام دادن، بیژن بنفشه خواه عزیز. وقتش رسیده که ما یک بنگاه سرکوبگر به نام صدا و سیما رو که نام ملی داره اما در حقیقت بنیاد جمهوری اسلامی هست تحریم کنیم. نریم در این سریال ها، هنرمندان نرن شرکت نکنن، بازی نکنن در این سریال ها. سریال هایی که با پول های مشکوک ساخته میشه، نمونهش سریال شهرزاد که بعد مشخص شد چه پولهای مشکوکی اومده و این سریال با پول معلمهای بازنشسته ساخته شده، چه آدمهای متضرر شدن.
برای ساختن یک سریال سراسر دروغ تحریف تاریخی آقای میبودی که فقط مردم رو سرگرم بکنه که از حقایق دور نگهشون داره و مغزشون رو بخواد شستشو بده، که البته اصلا هم موفق نبوده. امیدوارم هر کسی نقش خودش رو ایفا کنه و هنرمندان ما که بسیار هم دوستشون داریم، چه در خارج از کشور چه داخل کشور، با همدیگه متحد باشن، چون صدای خودشون اینجوری قوی تر میشه. وقتی یک نفر هستن به راحتی سرکوب میشن و مجبورشون میکنن در فیلم ها و سریال های سفارشی شرکت کنن، اما وقتی هم صدا باشن کسی نمیتونه یک همچین اجحاف هایی در حقشون بکنه. تشکر میکنم، ممنون. اصلا فرض رو بریم بگیریم که ژن خوب، اگه ژن خوب مردم تو خیابون صدا بزنن تکلیف چیه؟ بالاخره ما باید به رأی مردم احترام بگذاریم یا نه؟ آیا تکلیف مملکت ما پای صندوق‌های رأی تعیین میشه یا بر پایه علایق شخصی ما آدم‌ها باید به مرکز قدرت راه پیدا کنن؟ بفرمایید. نخست اینکه پیش از اینکه به پرسش کنونیتون بپردازم، من میخوام یه نکته‌ای رو متذکر بشم اینجا، که پرداختن به بعضی کس‌ها و به بعضی از بیانیه ها تبلیغات براشون به نظر من. آقای ترامپ همیشه گفتن که بزرگترین تبلیغات رو برای من رقبام انجام دادن. اشتباه بزرگی آقای خامنه‌ای هم کرد، که البته ما خوشحالیم از این اشتباه. وقتی که نام پهلوی به خانواده پهلوی رو برد، بهترین تبلیغی بود که ایشون انجام داد. من فکر میکنم لزومی نداره ما مبلغ کسانی باشیم که اصلا جایگاهی در میان مردم ندارن، و بهتر هست که ما به مسائل اساسی تری بپردازیم. فکر نمی کنم برای مردمی که در کف خیابان ها جان باختن و یا کسانی که دارن بر علیه این حکومت مبارزه میکنن اصلا علاقه ای داشته باشن که این آقا یا اون خانم چی گفته یا نگفته. بنابراین بهتر هست که ما مبلغ این خانم ها و آقایون نشیم. اولا من فکر میکنم به لحاظ زیستشناختی، حالا کاش دکتر حسام نوذری هم اینجا بود، من فکر میکنم که همه دوست دارن که ژن خوبی داشته باشن. ژن خوب که چیز بدی نیست که، و همه امیدواریم در آینده به کمک مهندسی ژنتیک بتونیم اصلاح ژنتیکی انجام بدیم و اون مسائل رو بد رو به کنار بذاریم. من فکر میکنم اگه کسی صادقانه، متاسفانه ما یکی از مشکلاتمون عدم صداقته، آدم ها یک دستور کار شخصی برای خودشون دارن یا عقایدشون رو بروز نمیدن، اگر کسی صادقانه طرفدار دموکراسیه، که به قول چرچیل یکی از بدترین سیستم ها هست ولی ما چیز بهتریش رو نداریم به عنوان بدیل ارائه بکنیم، خب باید تمکین کنن به رأی اکثریت. البته در دموکراسی ما همیشه باید حقوق اقلیت رو، در واقع دموکراسی معنیش این است که درسته که کشور با رأی اکثریت اداره میشه، ولی معنای دیگرش این هست که در دموکراسی ها شما حقوق اقلیت و اقلیت ها رو به رسمیت بشناسیم و اونا رو پایمال نکنیم. اگر شما واقعا به دموکراسی قائل هستید، باید ببینید که مردم چه میخوان. در بهترین حالت کار شما روشنگری هست، روشن کردن مردم هست، ولی اگه کاری به غیر از این انجام بدین، دارین دروغ میگین که شما به آرای عمومی و رأی مردم احترام میگذارین. برداشت متاسفانه من این رو، اصطلاحی که براشون استفاده میکنم بدسوادیه، حالا رامین میگه بیسوادی، من فکر میکنم از بیسوادی خطرناکتر بدسوادیه. ولی اگه شما ادعای این رو دارید که دموکراسی رو میفهمید، به نظر من باید تمام جوانبش رو هم بپذید. منظورم این هست که شما نمیتونید بگید که من طرفدار دموکراسی هستم، ولی در دل شما بگید دموکراسی موقعی برای من معنی داره که مردم به نفع من باشن. اگه به نفع من نباشن، اصلا بازی رو به هم میزنن. در مورد بسیاری از کوشندگان و فعالان سیاسی، متاسفانه من همچین نگاهی رو میبینم. یعنی تا زمانی دموکراسی براشون معنی داره که رأی به سمت اونا باشه، اگه در غیر این صورت باشه نمیپذیرن قواعد بازی رو، میخوان یه دفعه قواعد بازی رو به هم بزنن. و الان چون به نظر میاد که
صداهای دیگری به گوش میرسه از درون کشور که مورد علاقه این دوستان ما نیست، به یک باره واکنش های عجیب و غریبی رو از خودشون دارن نشون میدن که خیلی خوبه به باور من، چون ما هر چقدر داره میگذره مرزها داره مشخصتر میشه و میفهمیم چه کسانی صادقانه میگفتن که ما مردمی هستیم، به قول خودشون خلقی هستیم و طرفدار دموکراسی هستیم. اینجاست که الان داره این مرزها بسیار مشخص میشه، این مرزبندی ها داره بسیار مشخص میشه. اینجاست که شما باید نشون بدید که چقدر ببینید الان برای ایتالیا حزب فاشیست هنوز داره فعالیت میکنه، درسته؟ این که چقدر طرفدار داره میدونیم که طرفدارای زیادی نداره، ولی داره فعالیتشو میکنه، ولی نیومده بگه که مردم ایتالیا غلط کردن، بیجا کردن که دیگه طرفدار ما نیستن. این نکته بسیار مهمیه. متاسفانه اون کسانی که انتقاد میکنن به این مسائل، حالا که مردم دارن نوع دیگری حرف میزنن، مردم رو میگن ابلهن، نمیفهمن و حالا فکر میکنن که این دوستان خیلی میفهمن. مسئله اینه. حالا من میگم مثلا حق با شماست، مردم نمیفهمن، شما چاره ای نداره جز اینکه قواعد بازی رو بپذیرید و در چارچوب اون قواعد بازی مثل حزب فاشیست در ایتالیا تلاش کنید برای اینکه آرای مردم رو سمت خودتون جلب کنید، ولی نمیتونید یک روش قهری رو پیش بگیرید یا خیانتکارانه. مضافه اینکه الان توی مملکتی که صدها تن کشته شدن، خانواده ها رو ببین، پدرها، مادرها، خواهرها، برادرها، همه در اندوه از دست دادن جیگرگوشگان خودشون. ما در خارج بشینیم همه این مسائل به جای تمرکز روی ایران، روی حمایت از این گروه، روی حمایت از مردم، نگاه ما نگاه شخصی باشه به این آدم یا اون آدم، مبادا این وسط حقانیت یک نفری تثبیت بشه و این اسباب نگرانی شده برای دوستان ما، برای پاره از شخصیت هایی که ازشون انتظار نمیره. رامین درست میگه، بالاخره ما زیر سایه این جهان غرب زندگی کردیم، با قواعد زندگی در یک نظام دموکراتیک با فرهنگش آشنایی داریم و باید چیزایی رعایت بکنیم. تو این حیث و بیس شما پرداختی به یه نفر به جای پرداختن یا تمرکز روی مسائلی که در مملکت ما داریم میگذره. خب همیانه بی صحنه‌ای بوده از تظاهرات پرشور هموطنانتون. احمد رفعت عزیز دکتر رفعت گزارش میداد. نگین جان، من خیلی خوشحالم که میبینم هموطنان ما در سراسر دنیا این مسئولیت خودشون رو به بهترین نحو به عهده گرفتند و دارن ایفای نقش میکنن. تظاهرات لس آنجلس هم به نظر من خیلی باشکوه بود آقای میبودی، خیلی خوب بود. و یک نکته جالبی که در تظاهرات لس آنجلس اتفاق افتاد، من بعد از حدوداً یک ساعت که تظاهرات به پایان رسیده بود، پیام‌های از ایران دریافت کردم از کسانی که از صفحه اینستاگرام یک خواننده آمریکایی به نام اسنوپ داگ تصاویر تظاهرات ایرانی ها رو دریافت کرده بودن و ایشون لایو داده بود و اینکه خیلی براش جالب بود، خیلی براش عجیب بود که این جمعیت ایرانی ها الان اینجا جمع شدن و این خیلی دلگرم کننده بود برای بچه‌هایی که داخل ایران داشتن این تصاویر رو می‌دیدن. این نشونه قدرت ماست، ما میتونیم توجه جهان رو جلب کنیم، سلبریتی ها رو در دنیا آگاه کنیم از اون چه داره در ایران میگذره. اگر خاطرتون باشه مدتی پیش آقای لئوناردو دیکاپریو اومدن واکنش نشون دادن به دستگیری فعالان محیط زیست و احکام سنگینی که براشون صادر شده بود. خب اینا همه نشونه های قدرت ماست. جامعه ایرانی خارج از کشور تحصیل کرده هست، ثروتمند، آگاه هست و میتونه از تمام این قدرتش استفاده کنه. به نظر من یک مطلب دیگه، شما اشاره کردید به کودکانی که کشته شده بودن. آماری که خود جمهوری اسلامی داده 20% از تظاهر کنندگان متولدین دهه 60 بودن، 80% متولدین دهه 70 و 80 بودن. جمهوری اسلامی مدت‌های طولانی تبلیغ می‌کرد علیه اسرائیل که اسرائیل رژیم کودک کش است. در حال حاضر من می‌خوام بدونم کدوم رژیم کودک کش است. اسرائیل هرگز شهروندان خودش رو نکشته،
اما آقای خامنه ای خیلی راحت فرمان کشتن بچه هایی رو صادر کرده که به خیابون اومدن. بسیاری از اینها صداشون در فیلم ها شنیده میشه که میگن ما گرسنه ایم، خسته هستیم. اینها نه اسلحه داشتن، نه ابتدا به ساکن مرتکب خشونتی شدن. هنوز هم ما نمیدونیم چه کسی واقعا مرتکب خشونت شده. فیلم هایی داره بیرون میاد از کسانی که لباس های ضد شورش پوشیدن و میان حمله میکنن، شیشه های خونه های مردم رو میشکنن، بانک آتیش میزنن و تمام این اعمال رو دارن انجام میدن فقط به خاطر اینکه یک ملتی بیش از این حاضر نیست هزینه بده. اما من به سهم خودم واقعا میبالم، به مردم داخل ایران افتخار میکنم، همیشه در تایید صحبت شما به شعور مردم ایران بالیدم، احترام گذاشتم بهشون، امیدوارم و من مطمئنم هر چقدر هم این دوران طولانی باشه ما حتما به اون آرزوی بزرگمون که آزادی دموکراسی هست خواهیم رسید. این یک حق مسلم هست از هر حق دیگه‌ای که جمهوری اسلامی این سالها سعی کرد تبلیغ کنه، مثل حق انرژی هسته‌ای مسلم‌تر هست. این که ما اجازه داشته باشیم در کشور خودمون زندگی کنیم، در کشور خودمون حرف بزنیم. سال 2010 در انگلستان حزب حاکم دانشجوها ریختن و در ساختمان حزب حاکم هر کاری دوست داشتن انجام دادن، اونجا رو به در دست گرفتن، اشغال کردن، اما پلیس یک دونه از اینها رو مورد ضرب و شتم قرار نداد. و بعد از اینکه ازشون پرسیدن که چرا شما وارد عمل نشدین، پلیس گفت ما باید از قوه قهریه استفاده میکردیم و ما نمیخواستیم خسارت جانی به مردم بزنیم. این قدرت دموکراسی هست. هیچ چیزی مهمتر و مقدستر از آزادی نیست. تنها چیزی که در این جهان مقدس هست به نظر من آزادی هست و ما باید پای خون این هموطنانمون که 40 ساله داره ریخته میشه وایسیم. آقای میبودی هر کجای این جهان که هستیم مسئول هستیم. یکی از معماهای این سالها، این 40 سال اخیر، معمای میدان ژاله است که دیدم آقای میرحسین موسوی هم بهش اشاره کردن و بی انصافانه میدان ژاله رو با کشتارهای اخیر مقایسه کرد. خیلی بی انصافی کرد آقای میرحسین موسوی. من تحقیقات زیادی کردم راجع به این معما میدان ژاله. گفتم من در خانه‌ای بودم که در اون میدان ژاله، یعنی آقای حیدر پهلوان، برادر عباس پهلوان، در اونجا زندگی کرد. روز بعدش و در جریان همه مسائل هستم، از جمله بعد از بیرون آمدن تیمسار خسروداد از دربار و بعد بردن نیروهای خودش در اطراف ساختمان شرکت نفت که با حملات شدید پادشاه ایران رو برو گفت اینا رو بردی برای چی؟ چه نیروهای هوا نیروز بردی در اطراف شرکت نفت؟ گفت برای مقابله. گفت اگه مردم می آمدن می زدیشون؟ این پرسش شاه بوده. و خسروداد وقتی اومد بیرون دیگه اصلا یه آدم دیگه شده بود، عوض شده بود، کاملا عوض شده بود، خیلی سرخورده شده بود. تصور میکرد با اعمال زور، استفاده از نیروهای نظامی میشه در برابر تظاهرکنندگان ایستاد. حرف پادشاه ایران بود که بعدش چی؟ اصلا سرکوب کردیم بعدش؟ هیچ سندی وجود نداره که پادشاه ایران در دورانی که انقلاب 57 در جریان بود فرمان حمله داده باشه، فرمان مقابله داده باشه به نیروهای مسلح. اون چی که در میدان ژاله گذشت واقعا یه معماست. حیدر پهلوان میگه 5 نفر، یه گزارش شده بود 75 نفر، یه گزارش آمده بود 55 نفر، دست که آقای سازگار دیروز میگفتن 55 نفر، یه گزارش آمده بود 70,000 نفر، 80. اصلا دیگه ما میدان برحال. اما جالب اینه که عملیات به وسیله نظامی ها صورت نگرفته بود. درست 5 نفر کشته شدن، نظامی ها اونا رو نکشته بودن. آقای سررشتی که پاریس با من تماس گرفتن و پیام گذاشته بودن میگن از چند دریچه فلسطینی ها به سوی مردم حمله کرده بودن وقتی هم که نیروهای نظامی کاری انجام نمیدن. من فکر میکنم که اگر به تقویممون نگاه کنیم، فکر میکنم امروز 12 یا 13 آذر ماه 1398 هست. یعنی تقریبا نزدیک به 41 سال میشه که حکومت سابق از بین رفت.
یه دی از دوستان همچنان دارن با اون حکومت می جنگن. ما باید یادمون باشه که چه خوب چه بد اون حکومت به تاریخ پیوسته. اون چیزی که ما باید الان به فکرش باشیم آینده ایرانه و آینده مردم ایران. این دوستان فعالان سیاسی ها چون باشه که دیگه نه شاهی وجود داره، نه خمینی وجود داره، نه مصدقی وجود داره، همه اینها به دیار ابدی رفتن. آنچه که ما باید در فکر ساختنش باشیم فردای ایرانه که متاسفانه داره فراموش میشه و همونطور که گفتم برای فردای ایران باید راهبردهای مشخص داشت تا بتونیم همونطور که رامین عزیز اشاره کرد به دموکراسی پایدار برسیم. میگین عزیز 30 ثانیه به مسئولیتمون در برابر دموکراسی و آزادی پایبند باشیم، ناامید نشیم. ناامیدی بخشی از این راه هست، بجنگیم باهاش. هر زمان ناامید شدیم و با قدرت بیشتر ایستادگی کنیم، میادگاه ما انسان و آبادی، تاریخ و آینده، میدان آزادی. یه بار دیگه میادگاه ما انسان و آبادی، تاریخ و آینده، میدان آزادی.